قواعد و سیستم و قوانین ما به سمتی است که ما ساختارمان برای پولدارهاست این موجب به حکومت پولدارها بر ما خواهد شد میدونید اگر پولدار پولدارتر شد و پولدار آرام آرام قدرت رو به دست گرفت وزیر شد سفیر شد وکیل شد رئیس جمهور شد نماینده مجلس شد چه اتفاقی میفته اون موقع اون آقای پولدار برای خودش قوانین و بخشنامه وضع میکنه که هی پولدارتر بشه و این فقیر و مستضعف هر روز بدبختتر و بیچاره و حکومت و نظام میشه حکومت و نظام سرمایه داران و لذا فلذا آرام آرام اینا انان مردم رو به دست میگیرن آموزششون رو به دست میگیرن رسانه شون رو به دست میگیرن بعد اون موقع تو آنطور که او بخواهد فکر میکنی اگر امیر المؤمنینی هم بر تو حاکم بشود سه جنگ بر او تحمیل میکنی اسلحه را توی مستضعف هم دست میگیری چرا؟ چون او تو را میشوراند که علی برای ما خطرناک است نمانده مجلس می تو تلویزیون میگه پنج تا از وزرای دولت بالای هزار میلیارد تومن ثروت داره شما اصلا میتونی با اون وزیر در بیفتی فردا دو هزار تا رسانه ای سرت میباره با صد هزار تومن برات خبر کار میکنن تو خبرگزاری ها پول میده بیست تا خبرنگار هر جا میره با شست دنبالش کسی کوچکترین حرفی علیهش بزنه دیویست تا کانال تلگرامی طرف با خاک یکسان میکنن پول میده براش توییت بزنن و آرام آرام این آقایین به واسطه رسانه حاکم میشن بر ذهن مردم بعد بگیر مردم توی این مملکتی که دموکراسی حاکمه چطور رأی میدن چطور فکر میکنن چطور فکر میکنن رسانه چی گفته و این رو بدون رسانه این قدرت رو داره که از امیرالمومنین مولود کعبه و ضربت خورده در مسجد موجودی بسازه که مردم سالها بعد بگن بغزن لعبیک و خبر برسه به شام که علی را ترور کردن و مردم شام بگن چی؟ کجا؟ مسجد مسجد چی کار داشته؟ می نماز بخونده